دوستای گرامی سلام عرض میکنم، شفیع عیار هستم. امروز 2 سپتامبر 2023 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در تیک تاک در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که یک روز مثمر و آموزنده برای ما و برای همگی ما شما باشه. ما روزای شنبه پیش از برنامه اصلی خود برای 1 ساعت در تیک تاک میم تا که ما شما با هم مسائل را که مورد علاقه همگی ما هست گپ بزنیم. البته خوبی دیست که دیجی اکتاد هموطنهای مذهبی ما میاین و یک چیزی که ما متوجه شدیم در تیک تاک که اکتاد جوانهای مذهبی است که اینا دیگه امید خود دیگه باختن که ما میتونیم از اسلام دفاع کنیم، از قرآن دفاع کنیم. بناهن میان سر داروینیزم گپ میزنن، سر انسانیت گپ میزنن و این خودش یک علامت بسیار خوب است. معنیش است که بعد از 12 سال که در اینجا ما بحث کردیم اینا به همین سر رسیدن که ولا برد نداریم که از قرآن دفاع کنیم و از خدای کعبه، از الله دفاع کنیم. بهتر است که گپ ها را ببریم که انسانیت چی است. بیا انسانیت را تعریف کو. داروین قبول داری یا آدم آواره؟ این یک آغاز بسیار خوبه و ما فکر میکنم که این شروع برای یک جربحث بهتر از این است که ما در سر دین گپ میزنیم. اما از این مرحله آیسته آیسته شاید 5 سال 10 سال دیگه عبور کنیم سر مسائل بهتر گپ بزنیم. بله سلام علیکم شفیع جان، خوب هستی؟ شکر دوست گرامی، من خوب هستم، سلامت باشم. چی گپ هاست؟ شکر، بفرمایید. میخواستم یک سوال کنم که امی خودت امی پرابلمت کرد امی مسلمان ها چی هست؟ ایت ما خونه فون بگیم خودت این همه قدره بردان میگم یک سوال بسیار امی کوچک ازتان دارم و میتونم که بگیم با یک باید ابانن. منظورم از این است که شما را کدام گپ بد بزنیم یا چیز، صرف یک سوال دارم میخواهیم جوابش را برم بکنیم. یعنی شما به نظر شما چی مشکل شاید دیجا باشه؟ حالا می گپ زدن طریقه شما که میگین علاگک اینمی بسیار یک توهین کلان از بر اسلام نیست به نظر شما؟ ایره شما چون که ما شما را از خاطر که گوش ما پف میکنن که یه خدا خدایت تو از خدایت تو، اما اگه سعی کنین شما ما و شما اینمی خدا را به شمول خودت، به شمول فامیل دیگه دیگه کلگی را به عیسی خدا آگه میشناسن. چرا؟ به خاطر از این که خدای کائنات خود تمام دنیا است، نه؟ در کل جای است. اما ما و شما از افغانستان، از ایران، از پاکستان، از امریکا، از کل جای ها میریم خانه خدا را ببینیم در عربستان. در کجا از خانه خدا؟ یک قطیگک سیاه که او را تکه پوش کردن. برای خود قصرها جور کردن، 10 منزله و 20 منزله برای خداگک خود یک خانگک چوبی از چی پوش کردن؟ از تکه سیاه. اینه میره خودت فکر کن که اونموجا غیر از خداگک دیگه چی میتانه باشه؟ یعنی ما کل ما امیر بعیس خداگک میشناسیم. خودت اگه برای خود یک خانه 10 منزله جور کنی برای خدا چی جور میکنی؟ خانگک چوبی قطی که ما میریم خانه خدا، امون خداگک هست در واقع. کل ما عملا یک خداگک میشناسیم و از خاطر دیدنش باید بریم در عج و در اون سون خانهش خانه شیطانه. یعنی خانه خدا پولی خانه شیطانه. ایجا میریم خانه شیطانه میزنیم، اوجا میریم طواف کعبه میکنیم خانه خدا بیت الله. یعنی به نظر تمی خداگک نیست. خودت بگو ما خود ما کل اگه ما او رو ویس خداگک میشناسیم، منطقه به گپ ما نمیگیم خداگک. ما همو گپ که هست همو رو میزنم. یعنی مگم طریقه که شما میگین اینجا خب بسیار لک ما مسلمان هایی که هستیم ما خب یک بلیف دیگه داریم که میخواییم که نه علمی خیره خود در رقم باور که داری ما اعتراض دارم. ما خود مطنان نیستمی اما مسلمان های مسلمی عرفان ما که اینمی زیر کامل پیتانم هست اینمی هارم که فرسان کنیم میگه که شما غلط میگین این طریقه گلزه ای بسیار یک توهین کلان است برای مسلمان ها. برای شما اینمی را برای خود توهین گرفتیم اما سیکو برای کل گیست نه علی دنیا خود دنیای عقل و منطقه. مرا گفتی ما برای تو گفتم که اینمی خدا را شما کلتان علاقه فکر میکنین. ما نه،
ما در زبان میگم، اما شما عملا علاقک فکر میکنین. خانه الله در قول خانه شیطان. الله جل جلاله میگم شد. آخو شما محمد صلی الله علیه و سلام میگم. شما به زبان میگم. گیریم بخاطر شما به شما به زبان احترام میکنین. عملا قبول میکنین. من نمیگم که همگی مسلمان ها پنج وقت نماز میخوانه و رقمی نیست. نه. مگم تو مسلمان های هم هست که میخوانن پنج وقت نماز خدا رو میخوانن و بر الله با باور داره و زکات هم میده، هر چیزی که در قرآن اومده او کنم کلش حق انجام میده. من نمیگم که کل مسلمان ها پرفکت است و رقمی نیست، یعنی امون مسلمانه که کل چیزها رو انجام میده. این حال شما هم نمیتونه که ببین از خاطر یک چهار دانه مسلمانه که کارهای خراب کرده و یکان کارهای دیگه کرده که به نظر شما که می کل like اسلام بد کنه یا دیگر او رقمی نیست. یک چهار دانه مسلمانه که از روی مسلمان از رو نمیتونین که از خاطر از شما کل دی مسلمان ها را جج کنین. ما مسلمان ها رو بد نمیگم، ما همی دین میگم، خواه ما همی اسلام هم اگر میگین باز ما میگشم. نه خودت این امیال میگی که یک یاد مسلمان است که تمام فرایز به جای نمیاره، اونا قد چنیانه که چندان مسلمان نیست، اما اعتیاد دیگهش به جای میره. از جمله طالبا به جای میره، اونم تمام فرایز را که تو ایمان داری طالبا به جای میره. با می خاطر است که دروازه مکتب بسته است. معلومات منام طالب ما برتون گرفته بودم که شما طالب یاد نمی خب حال خودت خود نمیگیری به خاطر که خودم خب اینو به خاطر که ما بلیو کردیم 26 سال که ما در خانه مسلمان ما کلان شده ما دیدیم اینو از او خاطر ما از فامیل خود گپ میزنم، از چیزی که ما دیدیم، ما چیزی که ما شنیدیم یا در تلویزیون یا در میدیا دیدیم از او ما گپ نمیزنم. ما چیزی که از فامیل خود دیدی، ما یقین دارم که یک فامیل بسیار خوب داری. اینا کسی را نمیکشن، زن مردم را نمیگیرن، در این فکر نیست که اینی کافر است یا بزنیم یا بکشیم، نه. اما اونمو باور فامیلی خوده. اگر پالوی قرآن بانی باور غلطه، و خاطر که در قرآن یکی از فرایز مهم جهاده. جهادی است که تا زمانی که یک کافر موجود است یا تو باید جهاد کنی علیش، یا کشته شوه یا جزیه بته یا ایمان بیاره. این سه آپشن داره. این حال خودت تو کار نمیکنی، فامیلت نمیکنه. خودت یک انسان خوب هستی، مسلمان خوب نیستی، چرا فرایز باید به جای بری؟ خودت قرآن رو میخوانی؟ قرآن عملی میکنی؟ نه. قرآن رو خوندی میگی؟ حالا 5 دقیقه است که ما لایو اومده، مرا میگی که تو مسلمان صحیح نیستی. تو مرا از کجا میشناسی؟ که من نماز ما میخوانم، نمیخوانم، با خدا نمیخوانم. خودت سعی کن. گپ مرا گوش نکن. جج میکنین پیش از اینکه کیره بشناسین یا دیگه نمی بسیار کار غلط از مازی خاطر ما اومدم همراهتون مکتم گپ بزنم با خاطر و ما پوینت اف ویو خدا برای شما بگویم. Right. میشه پوینت آف ویو شما دگر کمی باشه، شاید با خدا هیچ اعتبارم نداشته باشه، یا هیچ نه در پیغمبر نه دیگه، مگم یک کسی که بلیف داره دیگه داره او را شما پابلیکلی میرین در پیش رویشان یا کتی اگان تا کلای میرین میگه نشانه که اوکی تو خدای تو خداگک است، خدای تو رقمی است. این بسیار یک توهین کلان است. با نظر خود اجازه میتی که ما نظر خدا بگویم؟ بله. خیلی یک دقیقه شما خاموش باشین، چون من سه دفعه تکرار کردم هنوز گپ کردم نمیتونین لایک اونجا مایک ما میتونین که میوت کنین. That's not a problem, you can do that. But اما ما سعی کنین. بله بفرمایید. ما سه دفعه می گپ زدم، این دفعه چهارم تکرار میکنم. یک مسلمان خوب مسلمان است که با فرایض که برش گفته شده در قرآن باور داره، ایمان داره، عملی میکنه. عملی میکنه. بله یا این حال شما برای کنید که بله بفرمایید بگویم شما گوش کنین، ما شما رو میوت کنم که دیگه گپ نزنین. یک مسلمان خوب کی است؟ مسلمان خوبی است که فرایض را که برش گفته شده انجام میده. یکی نماز و چیز که روزه و زکات اینا را خوب میکنن، اما یکی از فرایض بسیار مهم که بدون از او اسلام به جای نمیرسید جهاد است. جهاد چی است؟ خود شاید ایره ایچ از روی کتاب نخونده باشی. جهاد از روی قرآن ما برات میگم ایست که تو وظیفه داری که جنگ کنی در مقابل کفار. تا زمانی که در دنیا یک کافر آمست تو باید جنگ کنی و او یا باید ایمان بیاره به اسلام، یا باید جزیه بته، یا باید کشته شه، یا اسیر. اینال خودت
امی کار میکنیم، امی حالا در اروپا یا امریکا هستی نمیکنینه، که نمیکنیم مانایش هست که یکی از فرایض و وجایب بسیار مهم اسلامی را تو انجام نمیتی، بهش باور نداری، پس تو مسلمان خوب نیستی. آل فامیدی، اما در عوض تو انسان خوب هستی. چرا؟ یک انسان خوب به این باور است که هر انسان صرف نظر از این که به کدام خدا باور داره یا نداره، او یک انسان است، حق زندگی داره، حق داشتن نظر داره، حق کار داره، حق تجارت داره، مثل همه انسان ها. ما با باور از اون نمیتونیم که کار داشته باشیم. ما در این جایی که زندگی میکنم، یک یهودیست، یک موسوی، یک عیسویست، یک یزی، از هر کس، ما با عقیده از واقع رز ندارم، اونا با عقیده ما. میتونه که عقیده از واقع درست باشه یا میتونه عقیده ما. بنابراین تو که گفتی که من این کارها رو نمیکنم یا فامیلم مسلمان خوب نیستی، این حال خودت را توهین فکر میکنی، یعنی سعی کن ما در اینجا هستم مرا مسلمان خوب. به هر حال شما را به خداوند میسپارم. یکان دفعه غلط فهمی از سر عظیمه باشه که مردم گپ یکی دیگر گوش نمیکنن که همی چی میگه، تنها اون نقطه که خودشان داره اون امور سرش اصرار میکنن. دوست عظیم روی خط هستین. دوست عظیم روی خط هستین. ببخشن. روی خط هستین دوست عزیز. روی خط هستین. سلام آقای شفیع عیار، خوب هستین؟ سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ خوشحال هستم. زنده باشی آقای شفیع عیار. من شما بسیار زیاد تشکری میکنم. همه قیق آدم هوشیار، همه قیق آدم خوب، همه قیق آدم مهربان، همه مغز من را بیشی شما صاف کردین در میکارا. ما بس شما را به حساب در تیک تاک به نام پیغمبر شفیع یاد میکنم، یعنی قدر با ما آدم مهم هستی شما، اما قدر مغز ما را شما واس کردین. از میگید مسلمان ها که بخی می ما اینا ما بخی چن شد میفهمی؟ یک دین هست که دین از یا دین مریض، دین مکروب. ببخشید اگر من دیدم، ولی گپای شما را که من شنیدم قدر مغز ما را شما واس کردی که بخی زندگی را ما فهمیدم کاملا. اگر ما یک دفعه قلب خود بگشایم، به انسان ها به دیده برادر و خواهر ببینیم، دوست و امنه و ببینیم، اونا هم عین عکس العمل به ما نشان میتن. اما وقتی که تو بیایی که زن کفار با ما حلال است که ما چون گردنشان رو باید بزنیم و دستشان رو قطع کنیم، مال کفار رو بگیم، معلوم دار که یک نفرت تو به وجود میاری در مقابل خود منعیس یک انسان. در عین زمان هم گداییگر کل دنیا هم مسلمان هاست. بنابراین این نمیتانه که شبه اینمی نفرهایی که اینمی علاست اینمی هموطنهای ما یا در امریکا یا در اروپا اینمی یک آسایش دارن، اینمی نیمچه ملاک هست در تیک تاک، غیر در کشتن مردم هست دیگه چیز نه، خوار کت بیادر میپتن، بیادر کت خوار میپتن، اونم یک قاری دیگه کت خودت که چیز بنام قاری چیز اسمش یادم رفینی قاری قاری بلا. ما ازش یک چند سوال کردم که همی موجزه قرآن بگم، قرآن اگه کتاب مهم است با شما خود همی افغانستان که انتاری میشه یا مثلا همه قنفر می قرآن خود نگاه کده نمیتونه، این چی کدام موجزه داره؟ قرآن هیچ موجزه نداره، هیچ اصلا. و در خود قرآن جالب است که اینا با قرآن میگن که کتاب ماست و نمیخوانند. در خود قرآن گفته شده که محمد بگو به مردم که من موجزه ندارم، من بشر مثل شما هستم. معجزه در دست خداست و کسی که بتم میته. در قرآن آمده که عیسی معجزه داشت، موسی معجزه داشت، پیغمبری که معجزه نداشت محمد بود. در آدمی سوره بقره میگه نوشته است، بنان نوشته است که بعض پیغمبرها را بر بعض برتری دادیم، با بعض در خورترکی در گواره گپ زدیم، با بعض تو کردیم بعض، اما نام محمد اصلا یاد نمیشه. محمد در خود قرآن 4 دفعه نامش آمده، در خود قرآن، در کتاب خودش، در حالی که موسی 130 و چند دفعه آمده. به هر حال بسیار خوشتم دوست عزیز. تشکر، زنده باشی، خداحافظ شفیع. دوست عزیز، البته هر کسم از جمعی گیرم تو نیست که یک نفر نشانی کنم. بفرمایید دوست عزیزم، شما روی خط هستین.
شما فرمودید که در قرآن نام عیسی چند بار آمده، با شما پیش از این قرآن رد کردین، گفتین این سخن خداوند یا از جانب خداوند نیست. آیا شما قرآن قبول؟ یکی از دلایل شما میست که خداوند به او بزرگی یک کتاب به یک نفر رایی کرده که هر روزم جبرئیل پیش رایی میکرد، اما در امو کتاب خودش نام خودش یک دفعه غلط آمده، چهار دفعه دیگه نامش آمده، از موسی 130 چند دفعه آمده. خود از این یک علامت بزرگ است که کتاب از کتب دیگه گرفته شده، یک ثبوت دیگه است که کتاب خداوند نیست. در مورد جهاد گفتین، جهاد گفته در صورتی که بالای کشور شما حمله میشه و بالای ناموس مسلمان تجاوز میشه، مالشان غارت میشه، در او صورت جهاد فرض میشه. پیشتر شما گفتین که باید حمله کنین، کافر را بکشین، این در کجا آمده جناب شما؟ جهاد دوست گرامی، جهاد یک مسئله منطقوی یا جنگ مملکتی نیست که در سر تو حمله شه تو برای دفاع از خود استاد شه. جهاد اصلا به هیچ رابطه نداره. جهادی است که یک نفری که مسلمان است، یکی از وظایف مسلمانایی است که مردم هم مسلمان بسازن. وقتی که مسلمان میسازی، مردم به دل خود به دین تو نمیان، بنان تو به زور متوسل میشی. جهاد جنگ است، جهاد جنگ است، جنگی که تو انجام میدی برای مسلمان ساختن غیر مسلمان. و در اونجا چند آپشن داره یک نفر، یکی ای که باید کشته شه، دیگه ای که اسیر رو برده گرفته شه، دیگه ای که جزیه بده، یا دیگه ای که مسلمان شه. در طول تاریخ و خصوص دو سه ست سال اول که شما اگر تاریخ اسلام رو بخوانین که چپاولگرای عرب تا نیم دنیا رو تسخیر کردن، اسلامی نمی بود. حتی که مردمی که مسلمان هم میشد برای چون در انداختن مالشان، باز هم میرفتن میگفت مسلمان نشدی، زنش هم میگرفتن، دخترش. تو برو تاجکستان بیبی، تو برو ازبکستان بیبی، برو افغانستان بیبی، تا این تا فرانسه ره. این همی چپاول اصداش، این جهاد یک چپاول و تاراج است به نام عظیم مسلمان ساختن، و این هیچ رابطه به این نداره که اگر کس به ناموس تو تجاوز کرد باز تو جهاد کنی. هیچ با او خو یک جنگ دفاعی است. او را چی جهاد چی غیر جهاد میکنی، او را خداوند برات داده در ذاتت. وقتی که یک نفر بزنی میزنید. حالا چیزی که ما از درس از اسلام ما داریم من حیث مسلمان، چیزایی که خودت میگیم کاملا ما رد میکنیم. نه زن دیگه بر ما حلال است، نه مال کافر یا از هر مسلمان کسی دیگه، نه تجاوز بالای آنها، در صورتی که بالای خود ما تجاوز نشه و دفاع مشروع نکنیم. آفرین. پیشتر یک دوست دیگه ما محمد، یک آدم خوب بود، ما برش گفتم تو یک انسان خوب هستی. مسلمان شکر الحمدلله. مسلمان خوب نیستی. تو مسلمان خوب نیستی. چرا؟ به خاطر که تو جهاد قبول نداری. سوال آخر جناب شفیع یار، سوال آخر اگر دم کلت یک پخش توف کن. نه او را در یک گپ می زدم تا ما نمیگم پخش توف تا می خود گفتم سن بگویم که نگاه کن که کارت نه. آره یعنی یا گپ می زن بس قار میشن، قار نشد دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم؟ سلام، خوبی؟ سلامتی؟ شکر دوست گرامی، خوب هستم، بفرماین. سلامت باشی. آیا ببخشی ما با یک اکانت دیگه آمدم، چون نمیخوام اکانتم دست این اون بیافته. بسیار خوب. بعد یه وقتای من در حقیقت مخالف حرفه شما بودم، میگفتم شما با اسلام توهین میکنه. بله. ولی ما به این نتیجه رسیدم چیزایی که شما میگه تقریبا اینمی مردم اینمی کار میکنن. بله. یعنی این روز به نام مسلمان مال مردم غصب میکنن، خانه مردم میگرن، حق مردم میخورن، زن به شوهر رحم نمیکنن، نمیدونم پدر به پسر رحم نمیکنه، مادر به پسر رحم نمیکنه، هر کی از هر طرف میکشه، یه مثل که گنجشک میزنی الله اکبر میگی اونطوری میکنن. بعد میان اینجا در پیام بازی میکنن، می نویسن که مرگ به فلانی یا فلان فلان. بابا از حقیقت رد نشین. بله. چیزی که حقیقت هست، اگه ما مسلمان واقعی هستیم، وقتی رو به قبله استاد میشیم، چرا حق مردم میخوریم؟ چرا دوزی میکنیم؟ چرا
در مسجد میریم، قبل از اینکه نماز بخونیم میبینیم یک کفش نوه، اونو میپوشیمش فرار میکنیم میریم. بله. یا از انسانیت و از مسلمانیت و از این اونو ماست. ما داریم مردم فریب میتیم، از خدا هیچ چیز قایم نمیکنیم ولی مردم فریب میتیم. بله. آره فقط این کار ما فریب دادن است. خدا سرشاهد است. ملا آمده در یک مسئله نشسته قسم خورده حق یکی رو به دیگه داده. یارو در لندن است، در کابل رفته، سه نفر به 15,000 یک تا ملا، دو تا دیگه شام از محل رفتن قسم خوردن، قسم ناب. این حال یک ملا می قسم میخوره، چهار نفر دیگه باور میکنه. وقتی که باور میکنه بیای اول می کسایی که در افغانستان هم یار اصلاح کنه، بعد بیای پشت اروپایی ها بگرده، پشت مردم دیگه بگرده. این مردم کار کسی نداره. کاملا خود ما، اولاد ما، فامیلای ما زجر میکشه. 44 سال به نام دین قتل عام شدیم، اولاد ما شهید شد، مملکت خود شهید پرور نامش ماندیم. از این که در غول نظر در دنیا نیست که ما مملکت شهید پرور هستیم. از او که خر می پروریدیم بهتر بود، سرش بار آقای نیبود. شفی ایار مردم بچهش می میره پرپر میکنه، می نویسن باسش تبریک باشه، شهادتش مبارک. کدام شهادت؟ ببین یه چیزی با شما بگم، وقتی یکی می میره گوشت شکرم میخوره، چهار تا استخوانش میمونه، اونم به امور زمان خراب میشه. این ده کجا میره؟ گون دنیا کجا؟ نمیدونم دیگهش کجا، دیگهش کجا. من یک راه میرم یک زن میبینم ازش خوشم میاد، بهش شماره میدم یا باش دوست میشم، میبرمش، ازش لذت میبرم. وقتی که من چیز باشم میمیرم، با اون روحم میخوام چیکار کنم؟ کجا برم؟ با روحم میخوام چجوری غذا درست کنم؟ چجوری نمیدونم زن بغل کنم؟ چجوری اون زن بچه دار کنم؟ نمیدونم فلان کنم، بهمان کنم. اینا اصلا مخ ما رو یه چیز شستشو دادن. اگه مثلا واقعا دین درست حسابی بودش، چرا فقط یک چیز برای یک پیغمبر وحی شد و دیگه کسی دیگه شاید اینجا نبود؟ ساکت باش، چیز نگو، شرک نیار، نمیدونم فلان نکو، بهمان نکو. مگه این مردم نیست؟ در دینشان هر چی بگو هیچ چی برات نمیگن. نمیدونم نقاشی کو عیسی مسیح، نقاشی کو، نقاشی کو، نقاشی کو، هیچ چیز نمیگن. اما این مردم من بسیار تشکر. شما ایره امی گپ را که شما زدین، نه که میگن شرک نکو یا شک نیار، اینمی شک بزرگترین توفیه خداوند به ماست. اگه انسان شک نمیکرد گوسفند میبود. حتی گوسفند شک میکنه، لب یک دریا که میره خود دعو نمیندازه، اول یک پایک پایک میزنه که بینه که میجا خود پرتم، یعنی یک شک میکنه. یا چرا بز اول خود مندازه و گوسفند میبینه؟ کمی بز که انداخت بازی خود از پوشش مندازه، اول خود نمندازه. این یک شک، شک در زندگی ما برای ما بسیار کمک کرده. یا میگه شک نکو کافر میشی، برو بیادر. خود محمد شک داشت. در سوره یونس آیت 94 بخوان، خداوند میگه که پیغمبر اگه به او چیزی که ما به تو داریم دادیم شک داری، برو از مردم دیگه پرسان کو. به او چی دو چیزی که خدا محمد داده بود چی بود؟ بعثت، پیغمبری و قرآن. محمد در قرآن خودش شک میکرد. چرا شک نکنیم؟ بفرمایید. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام باشا. علیکم آقای عیار عزیز، انشالله که خوب و سلامت باشین برادر عزیز. و ما متاسفم بابت پیامایی که میخونم از وطن دارایم و به عنوان یک مسلمان، و متاسفانه همین پیامای زشت رو میخونم در کامنت های شما، حتما میشه خودم شرمنده میشم بابت از اینا. و خودم متاسفانه که جامعه دیگه بسیار خرد است، ما هیچ خوانده نمیتونم. بنان اگر خوب بگم خودم میگن. آه دیگه متاسفانه میگم، ما به عنوان خودم، به عنوان یک مسلمان شرمنده میشم وقتی پیامای از نار میخوانم که اینا ادعای اسلام را دارن و متاسفانه همچنین تخت تازی به شما میکنن. و حالا خواستم یک عقاید خود بگم برادر عزیز. آقای ارماز قدیم برنامه شما را دنبال میکنم، ولی یک آن دفعه قطع میکنم، وصل میکنم، قطع میکنم، وصل میکنم، ولی همیشه دنبال کننده برنامه شما از قدیم بودیم. و خودم خواستم یک نظر خود درباره اسلام بدم آقای عیار. من خودم از مذهب شیعه جعفری 12 امامی هم و یک هزاره هم. خودم شخصا یقین دارم که ما مسلمان ها در آخرت من حیث اعمال خود در این دنیا قضاوت میشیم. نه تنها مسلمان ها، بلکه بودا، بلکه مثلا مسیحی، بیدین، همه هر کدام هر چیزی رو که تصدیق میکنیم من هیچ آدمو تصدیق خود در دنیا با همو مخشور میشه. من خودم شخصا بالفرض میگم در این زمانه اگر یک ظالم تایید میکنم و او ظالم تایید میکنم و او را حمایت میکنم، در آخر در قیامت هم با همو ظالم
مشهور میشم. و اگر کسی هم میره یک آدم خوب تایید میکنه و او رو تایید میکنه و او رو تمجید میکنه و از او حمایت میکنه، با همو آدم خوب هم مشهور میشه در دنیا. و زشتی و اعمال، هر زشتی که میبینیم، شخصا نمیگم که ایره مثلا دیدگاه شما رو ما کلا دارم، اما همیشه متوجه دیدگاه شما بودم برادر عزیز. نمیشه گفت که همه چیز به اسلام ربطی نداره، این نه، متاسفانه خیلی چیزا به اسلام ربط داره و خیلی از حرکت ها، خیلی از اشتباهاتی که بزرگان اسلام سر دادن انجام دادن و متاسفانه او ریشه گرفته در بین همه و یک چیز رایج شده در بین مردم. ولی خودم شخصا بازم ایره باور دارم که اسلام برداشت آدم ها مهمه. بالفرض میگم در یک زمانی مثلا یک از خلفا آمد یک حکومت خود انجام داد و در زمان حکومت از آدم هر چیزی که صلاح خودش بود، مصلحت خودش بود، عقلش سنجید، امور درنگان و به خاطر از او یک مقدار انحرافاتی در بین اسلام آمده، چی در بین مذهب شیعه، چی در بین مذهب سنی، هر کدام برای خود درنگانند. و اینال در اصل که اگر بخوایم بازم به خود اسلام خیلی تون بریم، واقعا اونقدر جای ستیزه به خود اسلام نداره، ولی برداشت مهمه. حالا شما مثلا بعض وقتا میارین تفسیرا رو میارین، دقیقا تفسیر مثلا از خود قرآن تفسیر میکنین، گپ شما رو کاملا ما منطقی میبینم. چرا؟ چون تفسیری که میکنین نکات تفسیر شما بسیار دقیقه و کسی هم نیست که او را کاملا بخوای رد کنه، اگر از لحاظ عقلانی و با وجدان بخوای صحبت کنه. ولی نه، اگر بخوای فقط کرونا و به اصطلاح رقم آدمای غول پشت کوی نظر بده، نه اسلامی جایبی نداره، هر کسی که مخالف اسلام گپ زد و کافر و این چیزا، او آدم بی منطقه. متاسفانه 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 خیلی از گواهی شما که مخالف اسلامه، متاسفانه واقعا هم صدق میکنه و او درست هم است که خیلی از عیبا در اسلام هست. ولی بازم من خودم شخصا این نظر دارم که اینا برمیگرده بازم به بزرگا و سردمدارا و همچنین کسانی که مذاهب جور کردن، کسانی که خلافه خلیفه بودن، هر کدام در دوران خود یک گند زدن و این گند ریشه پیدا کرد و او در کتابا ثبت شد، در تاریخ حدیث او به عنوان حدیث شده، به عنوان تاریخ شده، به عنوان اعمال بزرگان. متاسفانه این اسلام را چهرهش یکم بدنام کردن. ما ولی نظر شما را به خاطر که بسیار بدرازا نکشه اینو ما بسیار احترام میکنم. چرا؟ اگر یک مسلمان رقم خودت فکر کنه، ما که تزویج مشکل نداریم، جامعه تغییر میکنه به خاطر که اساس نظر خودت. بیایی کمی دین احترام کنیم، نگاه کنیم، مگر اونو اعمال زشت ازش پس کنیم. اگه اینه میتونیم کنیم که اعمال زشت چی امسال شده، چی 100 سال پیش، چی 14 سال پیش، او اعمال از ایجا پس میکنیم، امی دین بر انسانیت میبریم، اونمو خدا و اونمو پیغمبر، مگر انسانیت اساس دین میسازیم. در این صورت ما مجبور نیستیم که بر علیه دین مبارزه کنیم، امی دین میتونه انسانی شه. اما یا ایتا فکر کنن که هر چیزی که 1400 سال پیش شده، اگر قتل بوده، کشتار بوده، زنک، هر چی که بوده، او از جانب خدا بوده، اونمو الگوی ما هست، شاخص ما هست، اونمو رو احترام میکنیم. تمام مردم دیگه کافر است، تمام دیگه بدبخت است، در حالی که بدبخت ها خود ما هستیم. این حال به این ترتیب یک آدم مثل ما، مثل خودت باید استاد چه بگه نه، ما نمیتونیم دیگه پیش بریم به این طریق. 1400 سال بس است. این 44 سال در افغانستان ما پیش چشم خود دیدیم که چی رقم وطن ما برباد شد. بنان ما به نظر خودت بسیار احترام میکنم. اگر ما مسلمان امی رقم فکر کنیم، ما میتونیم که امی دین نگاه کنیم، در چوکات از این انسانیت روش بدیم و نظر به هر زمان 100 سال بعد مردم مجبور نیست رقم ما فکر کنن. 100 سال بعد به اساس جامعه خود، 1000 سال بعد به اساس جامعه خود. اما یا کورزنا کورزهنا میخواه که 1400 سال پیش سر ما امروز چی کنه. محمد امیال زنده شه، یعنی دنیا را ببینه، از خنده خود گرفتن میدانه که چی دنیاه. اگر امیال محمد دمی جبیه در موتر مرسیدس میشینه، در تیاره میشینه، در سر شده تمام زندگیش تفاوت میداشته باشه. اما یا غلام رو میگه که تو نمیفهمی، قرآن هم نخوندن، حدیث هم نخوندن، تاریخ هم نخوندن، همی گفتم میرن که دین ما رو تبیین نکنم. من نمیکنم، من دین رو برای تشریح میکنم. خیلی خوشحال شدم دوست گرامی. تشکر از لطف. آقای عیار یک گپ کوتاهی دیگه هم داشتم. سعی کنین آقای عیار، ما خودم شخصا دیدگاه اینه که مثلا هر چیزی، هر عمل زشتی که در بین اسلام، چه در بین مذاهب اربعه اهل سنت و چه در بین مذاهب اهل تشیع و غیر از ادیان، هر اعمال زشتی که برمیگرده که مثلا او واقعا از انسانیت نیست، از دایره شعور انسانی و اخلاقی نیست، ما خودم شخصا او رو مربوط به اسلام نمیدانم و مربوط به خلفا و بزرگان میدانم که کسانی که آمدن در اسلام داخل شدن و متاسفانه آل تحریک خود از همین مردم مولوی ها و بزرگان امثال از اینا. متاسفانه شما را
دشمن یک جوری مثلا یک کاری کرده که شما مستقیما با اینا در ستیزشین. وگرنه ما دیدگاه برنامه قبلی شما رو دیده بودم، از قدیم میدیدم برنامه‌تون کاملا از یک سر کلا هم تب جنبه مثبت داشت هم جنبه منفی رو داشت، خیلی روشنگری خیلی عالی بود. ان شاءالله که موفق میاد بشین آقای. تشکر از لطفتون که وقت دادین. روزتون خوش. سلامت. ببینید دو سایز این یک مسلمانه که فکر کرده که معلومات داره، اگر ما جامعه را به می رقم بسازیم مشکل نداریم. ما که دین هیچ مشکل ندارم، که تا اعمال زشت دین، که تا امو الگوهایی که جور کردیم، اگر محمد امو کارها را کده یک انسان زشت بوده، من هم میتونم او را الگوی خود قرار بدم. روی خط هستیم دوست جان. سلام آقای عیار، وقت بخیر. خدا کنه جور سلامت باشه. شما بخیر، بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشین. جواد فرحمند هستم، فعلا در امریکا زندگی میکنم و برنامه های شما را بعضی اوقات تعقیب میکنم. میبینم. یک سوال کوتاه، اگر خودت بسیار کوتاه همی دین تعریف بکنی، دین یعنی چی؟ دین تعریف کوتاه ندارم، اما برات یک تشریح میکنم که از نقطه نظر ما یا از نقطه نظر می جامعه که دین دارن، دین باید چی چیز باشه. ما با وجودی که مردم ها اکثرا فکر میکنن که ما مخالف دین هستم، برعکس، ما عمیقا باور دارم که دین یک زیباترین پارچه نقاشی بوده که انسان ها ایره رسامی کردن. در واقع دین مثل یک خوبترین پارچه زیبا بوده که امی انسانیت امور ترسیم کرده. چطور با وجود آمده؟ امی دین برازی با وجود آمده و چطور با وجود آمده که انسان ها را یک آرامش بده، تسکین بده، یک راهنمایی کنه برای آینده و برشان یک تشریح کنه از گذشته، یک تشریح بسیار زیبا شاعرانه که خداوند است، که خداوند او بالاست، که خود ایناله. ای دین کی خراب کرده؟ دین کسایی که آمدن که از دین استفاده کنن، سوء استفاده کنن. بنابراین دین اعتقادات انسان هسته که رابطهشان میته به خالقشان و امو باورایی که انسان ها فکر میکنن که رستگار میشن با داشتن ای باور و یک آرامش برشان میبخشه. اینمی به نظر من دینه. آقای عیار، بهتر از ما حقیقت گو باشه. ما قبول میکنم که بعضی گپای شما را تایید میکنم و اکثریت گپای شما را رد میکنم. شما هم در یک جامعه افغانی بزرگ شدین، دین اسلام قبول داشتین، مسلمان بودین، آمدین در جامعه غربی مطالعه کردین، از نظر خودت چیزایی که برای خودت صحیح بود صحیح گرفتی، چیزایی که برای خودت غلط بود امو برداشتی را که خودت از دین کردی امو را میخوایی بر مردم تعریف بکنی. اما یک چیز هیچ وقت باید پنهان نکنیم که بدبختی در دنیا تنها در جامعه اسلامی نیست. ما و شما دیگر مردم ها را هم میبینیم که آنها چه رقم زندگی دارن، چی جرایم های را انجام میتن، چی بدبختی های را میبینن. هزاران دانش در روی سرک خواست هوملس شده، هزاران دانش نمیفهمه پدر و مادرش کی است. چرا یک روز نمیایم سر انسان ها بحث نمی کنیم؟ همیشه وقت شنیدیم که دین اسلام، برو فرض کنیم اسلام نیست، امی 1.7 میلیارد نفوس که اسلام داره امی نیست، هیچ در جامعه نیست. آیا فکر میکنی جامعه انسانی یک جامعه خوب است؟ نه خیر آقای عیار، جامعه انسانی جامعه است که خوبه. بحث یک جای دیگه بردین. ما منعیسی یک مسلمانه که در افغانستان تولد شدیم، 24 سال زندگی کردیم و 44 سال میبینم که در وطنم قتل عام میشه، ما برای خود یک وظیفه دادیم که امی مشکل طرح بکنم، مشکل را که در مملکت بوده که باعث بدبختی ها شده. اگر ما در این موفق شیم که امون مشکل خود حل بتانیم و هنوز هم وقت داشته باشیم، باز در مشکل جهانی باید بپردازیم. اگر شما میگین که در امریکا زندگی مکمل است، گفته خودشان the best است، نیست. هر جامعه کمبودات خود داره، مگر کمبودات خود مردم ها حق دارن که ببینن
بررسی بکنن، برای حلش کار کنن. در امریکا می کار میکنن، در اروپای کار میکنن. در افغانستان متاسفانه یک قسمت زیاد بدبختی ما برمیگرده با ملا و مولوی و همین مسائل دیندارا. دیندارا مردم پالان انداختن استفاده میکنن، و اگر ای را بگویی که بیای کی را اصلاح کنیم، مردم چی میگه؟ میگه ای شد کافر گردن شده این. اینال ما یک مشکل داریم کلان بین خود ما که ای را ما وظیفه دادیم که حل کنیم. اگر خودت میگی که آیا در امریکا مردم مشکل نداره، دارن، اما امریکا یک حکومت خوب داره، هر ایالتش از خود حکومت های بسیار خوب داره، هر شهرش از خود حکومت داره. همین شهر ما یک شهر کوچک، اما والا به اندازه حکومت افغانستان یک چی داره، یک بنیاد داره، و اینم اینجا مردم کار میکنه، هر چیز خرد و ریزه را اینا متوجه میشن، حل میکنن. اما سر از وام یک سال مردم است که کار نمیکنه. اگر نید امریکا خودت میفهمی کار است، اما کار نمیکنه. آیا در بغل یک سرک یک خیمه زده قرار کدارام یک چرس خودم میگیره زندگی میکنه، امور انتخاب کرده. اینال ما اینی مشکل ما وظیفه دارم که حل کنم. اگر خودت میگی که آیا ما که این مسئله را مطرح میکنم، ما کور هستم که ببینم که در دیگه دنیا مشکله؟ این دنیا به هیچ وجه یک دنیای پرفکت نیست، در هر جای دنیا مشکل خود داره. اما اینی مشکل دینی را در دنیا به این اندازه کس نداره که به نام دین مردم تو قتل عام شه. اینی دلیل است که ما در اینجا آمدیم. آقای عیار، من سه نقطه را میخواهیم بسیار کوتاه برای خودت اشاره بکنم، چون نمیخواهیم وقت دوستا را بگیرم. اولی که خودت هم میفهمی همه مسلمان ها قرآن کریم مکمل نخواندن، آگاهی زیاد ندارن، یک فیصدشان نخواندن. خب به هر طریقی که باشه، پنج بنای اسلام کل مسلمان ها قبول داره، درست؟ یک موضوعی که دهی پنج بنای اسلام کدام کار از این اشتباه است؟ از این عدمی که ما روزه میگیریم، نماز میخوانیم، زکات میدیم، یا حج میریم، از این کارهای را یا کلمه میخوانیم، از نگاه انسانیت همین کدامش اشتباه؟ یک. موضوع دومی که از نظر انسانیت در وقت نیست که در دوم برم. خب آقای فرهمند اجازه بتین همین اولش برای شما میگم، باز شما را به خداوند میسپارم. اولی که در پنج بنای مسلمانی اگه یک آدم بگویه که من کلمه میخوانم که نیست خداوند مگر خداوند که محمد روی کده، در یک خرابی است. به خاطر از این است که ما خدا را معدود میسازیم به یک پیغمبر، و اون پیغمبر خاص عربی، و اگر خدا اونمو خدا نباشه دیگه خدایی خدا مزدست میتر. اما سر از وام در این کدام مشکل ما نداریم که یک آدم بگویه اینی کلمه است. یک آدم نماز میخوانه آیا جامعه نقص میکنه؟ به هیچ وجه نه. یک آدم نماز میخوانه بخونه، یک آدم روزه میگیره، بسیار خوب است بره روزه بگیره، یک آدم زکات میده، در این. اما مشکل اسلام در این نیست، این ظاهر اسلامه. اصل اسلام که دنیا را خراب کرده در اونو دوزیا و چپاولای بود. اگر شما زندگی رسول الله را بخوانین، از 27 تا 32 دفعه جهاد کرده در یک زندگی کوتاه خود، و در اونو اگر سعی کنین کاروان قریش و بیچاره را، کاروان بچه کاکا و بچه خاله، همی مردم بیخی کل همی مالشان چورندا، و اونا کلش یا عیسوی یا موسوی یا ابراهیمی بود اکثرشان، یعنی اونا کافر هم نبودن، و دلیل نبود که اگر کافر هم مالشان چور پرته. بنان اونو را باز الگوی مسلمان ها در عمل اونوست. طالبا به اساس اونمو پیش میره، پیش از اون مجاهدین با مو حساب پیش میره، در 1400 سال جوامع اسلامی با می پیش میره. همسایه را میتونی کافر بکشی، زنش را بگیری، همسایه دیگر مالش را بگیری، انسان را میتونی کنیز برده بسی. بگو کجا از اینی برمیده؟ خب بد نیست نماز اینا، ما در اوید مشکل نداریم. ما که آمدیم که بیدر تو چرا نماز میخوانی؟ ما که آمدیم که بگیم چرا روزه میگیری؟ ما اینی را میگم که جامعه ما را که ویران کرد، اینی سکت، و محمد زیادترین کار که کده اینه می بوده. شکر از اینکه آقای عیار بالا آوردین. فقط دو موضوع را برات میگم، اگر خواستی جواب بدی، اگر نخواستی. اگر در این مسئله کدام تبصره داریم کوتاه میمانم، در غیر از دیگه شما را قطع میکنم دوست عزیزم. خب در این موضوع اگر بحث کنم طولانی میشه، فقط بسیار کوتاه دو موضوع شما را به خداوند بسپارم. Mm-hmm.
صدای ما هست؟ از شما صدای تن ندارم آقای ایار. این حال صدای آه شما هم دارم. شما میشنوین؟ درود احترام تقدیم میکنم به شما ایار بزرگوار و برای تمام عزیزان که شنونده هستن. ما خوشحال هستم که شما باز آمدین و لایف تان گرفتین. برای عزیزانی که میاین صحبت میکنن و دین خدا میخواین که از دین خود دفاع میکنن، دوستای ما باید اول برن قرآن بخونن. این دین یک دین است مربوط به عرب میشه. قوانین که از این مربوط میشد به دمو دوران برای مردم عربستان سعودی یا مردم که دمو وقت زندگی میکردن و این قوانین تا امروز در عربستان باید تطبیق شود، نه در کشورهای ما. چون که در قرآن در آیه در سوره فصلت آیه 44 به وضاحت گفته شده که این دین مربوط به مردم عجم نیست، یعنی بر مردم غیر عرب نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر که اگر ما میگه این دین این کتاب به زبان مردم عجم میفرستادیم، شما از ما پرسان میکردیم، یعنی عربا را میگه شما از ما پرسان میکنین ما با این زبانی که آشنایی نداریم چطور بیاییم بر شما ایمان بیاریم. یعنی بر عربی که یعنی در دوران جاهلیت قرار داشتن، اونا این سوال میکردن از پیغمبر خود که چرا تو کتاب ما را به زبان مثلا فارسی آوردی یا چینایی آوردی یا به زبان دیگه آوردی. ولیکن امروز جهان به این پیشرفت و ترقی رسیده، هموطنان ما اصلا و اصلا پیش خود امیر فکر نمی کنن که ما قانون عرب با ما چه غر است. آیا این کتاب اگر عربی است پس چرا ما باید بخوانیمش؟ چون ما که نمی فهمم. وقت ما زبان یکی ده نمی فهمم، وقت ما یک چیز قانونش ما نمی فهمم، چرا ما باید تو کتاب بخوانم و چرا او رو ما به زندگی شخصی خود ما تطبیق کنم؟ پس دوستای عزیز ما برن کتاب بخوانن، همین کتاب خود به زبان فارسی بخوانن، درست بخوانن. و میجا امروز همین تکنولوژی بر از اینا قدر شرایط مساعد ساخته که عزیزای زیاد هستن، بر علاوه که شما بزرگوار هستین، عزیزای بزرگ دگام هستن که هر روز روزانه زحمت میکشن، روم دایر میکنن. و این عزیزان ما و این دوستای ما به جای از اینکه بیاین امی سر خود در گریبان خود پرتن، بگوین که چی گپ است و در ما در کدام نقطه قرار داریم. و امروز ببینیم که کشور ما مطلق لواطتگرا شدن، یعنی شرم است. ما امروز دیگه سر خود بلند کرده نمیتونم به خاطر که لواطت به حد آخرش رسیده. پس بریم کتاب بخونیم. بسیار زیاد تشکر میکنم از نظر شما. واقعا یک گپ بسیار خوب زدین که همین مردم کتاب خدا باید بخونن، نمیخونن متاسفانه، اما سر مردم دو میزنن، انتحاری میکنن، انتحاری میکنن، اما کتاب خدا نمیخونن. والله گفتن همانه که در قرآن گفتن از جکی دین مربوط دیگران نیست. گفته شده امی گپ که شما زدین، امی گپ گفته شده که اگر ما به یک لسان دیگه بر شما کتاب رایی کنیم، حتمی میگن که بر عرب و کتاب عجم آوردی، یعنی که همو احساسات عربی شان ترغیب میکده. روی خط هستین دوست عزیزم. ایان صاحب قمب، درود بر شما. درود بر شما دوست عزیزم. تقریبا از شروع که شما پروگرام جور کردین تا حالا شما را ما فالو میکنم و به نهایت دوستان دارم. امروز میخواستم فقط یک چیز بگویم. از یک سوره از قرآن است و دیگه سوره نبا آیه 33. سوره چی؟ سوره نبا آیه 33. اوکی. من یک سوال دارم. بفرمایید. مثلا خدا کنه که کسی در لایف هم خردسال نباشن، سوال ما ایست که اگر ما شما را بگویم که ایار صاحب گل شما برین اینی کار کنین، وقتی که آمدین
ای کارتان موفقانه انجام دادین، آمدین، ما برتان دختر انارپستان میتم. بله. نام مرا صادقانه بگوید، نام مرا شما چی میمونین؟ یک نامی که حتی گفتن نمیتونیم. نامی که الپاچینو مونده بود، نه؟ امو ترس یا نه؟ یه، بله ها. در سوره نبا آیه 33 خدای کریم رحیم میگه که شما آل مال جان تانا درای ما بتین، وقتی که آمدین در جنت دخترای انارپستان میتون برتان و بچای غلمان که مثل مروارید است. بله، مثل مروارید سفید در میان صدف. ما یکی دیگه در کتاب نهج البلاغه خطبه 192 بخش عبده بله نوشته است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بله. وقتی که در چیز بستر خواب خود نقل قول شده از زبان خود حضرت علی بله. میگه وقتی که مرا در بستر خواب خود میرفت محمد مرا میبرد جان خود در جان من میشقید و میمالید. همه که بفتش نه؟ بله ها نهیجا واقعا من ایره براتان در چیز روان میکنم، در واتساپ روان میکنم امی سفر بسته و حضرت علی اقدر چیز کلان شد وقتی که جوان شد اقدر اقدهی و خود تمام عمرش فقط چیز شده بود قصدیری نه لغت از یادم میره از دست که ایا جونی شده ایار سای وقت سادیست واره شده بود آه بله بسیار تجاوز شده بود بله از طرف محمد وقتی که جوان شد اقدر اقدهی کلان شده بود که اول مردم سر میزد باز با دوزی سعی میکرد که کی را سر زده که تا این بهترین یکی از دوستایش یا غلامایش سر زد تو را نفهمیده بود که کی هست با دوزی که سر از روی از تنش جدا کرد دید که دوستش جان محمد را کشته بود فقط هم بقرمه خواستم ایا سایقان بگویم و داخر بگویم تا که به نهایت دوستان شرط شکر رو... شما فکر میکنین که گپا غلط هم ما در سیرت رسول الله چیزا رو خواندیم در نهج البلاغه نخواندیم و نهج البلاغه هم از حضرت علی نیست ایرا باور کنین که مردم فارس هم و طرفدارایش در فارس ایرا نوشته کردن به نام علی اگر نه علی نه سوادش نه و فکر کنین که رسول الله در جان علی خودم میچ از پانده و میچ عقیده اگر حال نمی طالب ها امروز دیدم یک روسی کرده بودن دو تا بچه ها روی خط هستین دوست عزیزم سلام علیکم شفیع شفیع رسول جور بخیر خوب هستی شکر دوست عزیزم خوب هستم بفرمایید والا استاد ما خودت تقریبا بار میکنیم چند سال شد تقریبا دارم شاید اگه 6 7 سال میشه عین در افغانستان تو این در فیسبوک تقریبا میکردم بازی که میفهمی که آدم چی میکرد میترسید و چیز نمیمدم در لایف ها والا استاد شفیع رو ما با یک جای دیگه تعجب کردم که خود خداوند گفته که انسان ها مخلوق چی بشرات است از حیوانات که چیش بالاست نه ما را یک بود بداده باز در جان دختری کافر و چیزا میگه اینا را میتون مثل حیوان استفاده کنیم هر قدر که میمی غلام است میتون که بدون نکاب میتونیم حتی دوستای رفیقایت هم سر زی تجاوز کنم یک مثل یک حیوان در بازارا فروخته فروخته شد پس این کافر دختری کافر یا مکافر مرد یا زنش آیا او در جمع انسان نمیره تمام مسلمان ها رو در جمع انسان شما خدا ناکده این یک آدم دیگه یا یک مردم دیگه بیاید که زن مسلمان ها حلال است خودشان را بکشن زنایشان را بگیرن این خدای ما گفته ما خدایشان پدر گفته دم میزنیم خودشان اما ما این باور داریم
و میگیم که مقدسات ما را باید مردم احترام کنه. این چی مقدسات؟ دقیقا من میره در ملان پرسام و در قارم پرسام و برادر افتامی گفتم من کافرام که انسان است، پس چرا ما شما بگیریم می نیست یار می نیست یک جانور استفاده کنیم چی کنیم؟ می نه او کافر است، خود خداوند گفته با ما حق داده که وقتی گرفتی خودش کشتی مالش چیش به تو چی میرسه؟ غنیمت میرسه. تو حق داری که سری دختر ما گفتم چطور می احساس و غیرتتون قبول میکنه که تو بگیری بیادر زور پدر زور پیش روی زور بکشی بیاری خوار زور زن زور سر زور تجاوز کنی؟ گفتم من میگفتم من انسانیت هست و محمد بارای خود محمد باروی کار کرده، علی هم کار کرده، عثمان کرده، ابوبکر کل از یای کارا را کردن. همین گاو زدم میگه نه خود خداوند گفتم گفتم خیر خداوند وقتی او رقم کی هست چرا ما رو مینایس اگر عسكر پیدا کرده که بریم کافر بکشیم؟ خود برادر میگیره بوته اینا رو خوش کنه جم کافر از دنیا گم شو چرا یا کار آسان نمیکنه؟ رب العالمین ما رو خزنده که ما رو خزنده ما بریم کافر بکشیم. ما در سوره فاتحه میگیم که الحمدلله رب العالمین، مانش که رب العالمین نیست. در یک طرف دیگه باز ما رو گفته که یک انسان کشتی پورا بشر رو کشتی، باز دیگه طرف دیگه لازم میکنه برو کافر. از کتاب یهودا است که اینا گرفتن. بسیار خوش شدم دوست عزیزم، تشکر سرگی بالار یک جان سپاس. سلام. درود مهر است و هم دایی که صدای ما رو میشنود. استاد عزیز من سوال دارم. یک مرد دیگر دا نمیتونه حمام کنه و سر شپیش میزنه، یک بانوی دیگه سر زور پاک میکنه، آیا این فرد میتونه پیامبر باشه؟ یک بار دیگه بگوین. یک فردی که سر شپیش میزنه بله. و همچنان میره کسی دیگه سر زیر پاک نه، حمام کردن خوب بلد نیسته، آیا این شخص میتونه پیامبر باشه؟ و وام در دینه که میگه نظافت نیمه ایمانه. دقیقا صحیح بخاری نمبر 2788 و 2789 میگه محمد ناپاک بود، میره خانه یک زن دیگه و اونجا او خواب میره و او زن سر از این پاک نه. من نمیدانم که میگه نظافت جز ایمان است، پیامبر از اینا چرا اینجوری بوده؟ ما برای شما این را ضمانت میکنم که نه تنها محمد بلکه انسان های امو دوره شپش زده بودن، بسیار سخت بوده که شپش پاک کنی و محمد هم احتمال اغلب کمی گپ درست است که شپش داشته و یک کس دیگه پاکش میکده در چی نیست. اما اگر راستی خداوند یا خداوند نمی بود که محمد حبیب خود جور کده بود و بهترین عالم جور کده بود، امو بهترین عالم حداقل امو شپشایش میکش، حاجت مردم نبود، امو را یک رقم رایی میکرد که شپش دمی جانش ایچ نمیچسبید، شپش ها کلش میموردن، اما خداوند او کار نکرده بود. یعنی یک معجزه دقل میداد که محمد شپش کش میبود، اما نه برای یک آدمی که خدا ادا، یعنی هر آدم در او زمان میتونه که شپش زده باشه، ما هم خود ترکت، اما برای یک آدمی که میگفت که من حبیب خداستم، از روی من خداوند دنیا را خلق کرده، حداقل امو شپش را خوب پس میکرده او خدا. آخری نفر میگیرم، اینمی بسیار تشکر بسازم، اینمی آخرین تلفن که باز میرم در برنامه دیگه. روی خط هستند بسازم، باشن یک دقیقه روی خط هستین دوست عزیزم. یکان دفعه احتمال داره که اینترنت شما ضعیف باشه که میگیرم، هنوز آمامتر چرخک زده میره. آخرین تلفن میگیرم. روی خط هستند دوست عزیزم، شما روی خط هستند دوست عزیزم. شما روی خط بودین من تا متوجه نشدین بخیلم. روی خط هستند دوست عزیزم،
روی خط سن. درود بر شما، درود بر شما آقای عیار بزرگوار. درود به شما دوست. امیدوارم که خوب و خوش باشین. سلامت. خیلی خوشحالم که با شما هم کلام شدم. تشکر. و واقعا هرچقدر از شما تشکر کنیم، قدردانی کنیم کم هست. یک چیزی که میخوام بگم، همیشه میان مسلمان های افغانستان مخصوصا میگن بهشت زیر پای زنا هست یا زیر پای مادرها هست، کلید بهشت. من 7 سال تحقیق کردم، نه در جای در قرآن تونستم پیدا کنم چنین ادعایی را که سند داشته باشه، نه در احادیث. همون مسلمان ها اگر کدام کتاب دیگه ای دارن برای ما بگن که ما بریم بخونیم که واقعا چه کنیم. و مد از قرآن تو یافتم که خانم ها در قرآن در اسلام هیچ حقوقی ندارن. حالا هر کسی که دوست داره چی کنه، شما استاد هستین دیگه، شما بزرگوارین، 100% میدونین که چی میگم. بیشتر از این من حرف نمیزنم. خیلی خوشحالم واقعا که من همراه شما هم کلام شدم، چون از زمان اول شما رو تعقیب میکنم. امیدوارم که همیشه موفق باشید. بسیار تشکر، سپاسگزارم. همین گپ را که شما زدین که زن در اسلام حقوق نداره، هیچ حقوق نداره، یک سلسله گپای خوب جوامع مختلف بوده که او را به نام اسلام شکنن، مثل که فکاهه ملا نصرالدین، کلش از ملا نصرالدین نیست. زن در اسلام حقوق شایسته داره، بسیار حقوق بالا داره، زن هیچ حق نداره. سعی کنین من نیست یک زن، چند چیز برای یک زن بسیار مهمه. اولی که کی را عروسی میکنه، برای خود در اسلام ولی داره، بچه ولی نداره، دختر ولی داره، بابیش، کاکایش، بیادرش، یک آدم دیگه. اگه شاپی رایی را میگیری، میگیرم یا نمیگیرم، اگه نمیگرفتم یک دو سلی میزنم که بگیره. یعنی حق از ایره که با کی ازدواج کنه در اسلام نداره. البته ای که حالا دخترها مکتب میره و چیزا در دیگه جوامی داره ولایده است، یعنی حق اسلامی. دوم دیگه حق داشتن اولادش. اگر یک زن از شوهر خود طلاق شد، اولاد به کی میرسه؟ به مرد میرسه، به زن نمیرسه. اگر مرد اجازه بده که طفل شیرخور زن شیر بده برای 2 سال، میتونه. اگر نیم زن از سینه شوشت که میتونه بگیره. حق طلاق، زن نمیتونه شوی خدا بگه یک طلاق سی طلاق سی طلاق سی و طلاق شد. مرد حتی میتونه زن خود 3 طلاق کنه، به ایمانه که هیچ محکمه نرو، نمیخوانه طلاق استی طلاق استی طلاق استی و بیچاره طلاق میشه. ای دیگه خلاص، حق هم خوابگیرم دیگه نداره، باید گشتن کاش کنی. اگه 2 دفعه این کار کنی، دفعه سوم باید تو زن یک شوی دیگه کنه. اگه شویش طلاق دادش بازگشته، تو میتونی عروسیش کنی. ای رو سعی کنین، شما ای رو سعی کنین. اینا رو سعی کنین، حقوق بسیار پایین. یک زن نمیتونه بدون اجازه شوهر خود برای دیدن بابی خود بره، برای دیدن مادر خود بره. در نشوز حساب میشه، نشوز یعنی اعمال زشت. در سوره بقره برین سعی کنین، خدا میگه که اگر از نشوز زنتان یا اعمال ناشایستهش ترسیدین، اول نصیحت کنینش، دوم از جای خوابتان پسش کنین، سوم بزنینش، لاتش کنین. اما بر زن میگه اگر از نشوز شوهرتان میترسیدین، در میعین سوره میگه بین خود صلح کنین. صلح بسیار کار خوبه، یعنی زن باید صلح کنه، مرد میتونه تا بزنشه، از بستر خود پسش کنه. یعنی اگه یک زن بدون اجازه خانه بابی خودم بره، مرد میتونه که لطش کنه، از بستر خود پس کنه و نصیحت خواهی اگر پی بیخیادیست. یعنی وقتی که میگی نصیحتش کنه، یعنی که او یک اشتکه که او در موقف شاگرد قرار میگیره، تو در موقف استاد. زن هیچ حق نداره، مردم قار میشه، ما زن حق نداره. سلامت باشین دوستای گرامی، تا هفته دیگه که باز در خدمت شما میباشم.